بچه ندارم، فقط چند کنیز دارم. این پاسخ صفتر به کسانی بود که از او میپرسیدند چند فرزند داری، و صفتر با اینکه 7 دختر داشت با شرمندگی سر را به زیر انداخته و میگفت بچه ندارم، فقط چند کنیز دارم، چرا که در آن اجتماع کوچک از اطلاق کلمه بچه به دختر خودداری میشد. خانواده صفتر در پریشانی و استراب عجیبی به سر می برد. از همه اعضای خانواده پریشانتر زلیخا همسر صفتر بود. او که سنش به 30 سال هم نمی رسید، بعد از 14 سال ازدواج با صفتر در انتظار فرزند 8 بود. در دامن کوهی پرت، در کنار جنگلی انبو، دور از ماشین و راه ماشین، دور از طبیب و دارو، در ماه 9 بارداری بود. همه در بیم و هراس بودند، زلیخا از همه بیشتر. زلیخا از درد زایمان نمی ترسید، از اجنه و اشباح نمی ترسید، از پنجه خونین مرگ و چنگال بیرحم اجل نمی ترسید. ترس بزرگتری داشت، ترسی سهمگین‌تر و کشنده تر از همه ترس‌ها. می ترسید که باز به جای پسر دختر بیاورد و بار دیگر نزد همسر و فامیل ننگین و شرمنده شود. نام اولین دخترش گلنار بود. فقط این نام را خود زلیخا برگزیده بود. اسامی دیگر دخترانش همه اضطراری و اجباری و به امید جلوگیری از تولد دختری دیگر انتخاب می شدند. دختر بس، قز بس، ماه بس، گل بس، کفایت و کافی. خانواده صفتر عضو کوچکی از ایل بزرگ ممسنی بود. ایل پسر می‌خواست. در ایل تنها پسر بود که می‌توانست اجاق خانه را روشن کند. اجاق پدران دختردار را کور و خاموش می‌پنداشتند و به حال زار مادران دخترزا غم و غصه می‌خوردند. ایل با آن همه مادر رشید دختر را حقیر می‌شمرد. ایل با آن همه زن سرفراز، چنان زنانی که هنگام شکست مردان خود از بیم اسارت به دست دشمن گیسو به هم می‌بافتند و از قلعه های مرتفع خود را به زمین می انداختند، دختر را ارث نمی داد. جهیزیه و مهریه نمی داد. او را بر سفره مرد نمی نشاند. دختر را به مدرسه ها که تازه باز شده بودند نمی فرستاد. خواهر را با برادر برابر نمی دانست. بابت بهای دختر شیربها می گرفت. دختر را گویی می فروخت. فقط پسرها بچه های خانواده شناخته می شدند. دختران گویی کنیزی بودند بیگانه. زلیخا با همه این غمها و قصه های جانکا هنوز زن زیبایی بود. سالهای عمرش از 30 نگذشته بود. خرمن گیسوانش هنوز شانه می شکست. دو چشم درشت و فتانش هنوز ضامن عشق و وفای شوهرش بود. پوست بدنش را که به سفیدی برف بود، خونی سرختر از آتش بلود سیراب می کرد. زلیخا از زیباترین زنان قبیله بود. همسرش مرد زبده‌ای بود. او با تبر تیز و بازوان توانایش درختان گوشه ای از جنگل را به زمین افکنده و کهسار کوچکی فراهم ساخته بود و دخترانش در آن مزرعه دوشادوش پدر کار می کردند. دختران زلیخا همانند خودش زیبا بودند و شیربهای هنگفتی در انتظار پدرشان بود. چشمنداز آینده روشن به نظر می رسید، ولی این دلخوشی ها در برابر آن درد بزرگ مثل کاهی بود در مقابل کوه. زلیخا گرفتار درد و داغ بیپسری بود، خجل و سردرگریبان بود، در میان زنها و مادرها انگوش نما بود. 14 سال از ازدواجش میگذشت و در کنار 7 دختر قد و نیم قد حتی یک پسر نداشت. میگفتند درختی است بی ثمر و چشمه ای است خشک و بی آب. غمش توان فرسا، روزش بی خورشید و شبش بی ماه و ستاره بود. زلیخا بی آنکه گناهی کرده باشد گناهکار بود. بی آنکه محاکمه ای صورت گیرد محکوم بود. صفتر شریک جرمش بود، ولی او پدر بود، مرد بود، گناهش بخشودنی بود. دوش ناتوان زلیخا برای بار گناه مناسبتر و سزاوارتر بود. او زن بود، مادر بود، گناهش غیر قابل بخشش بود. طعنه ها و طنز ها، ملامت ها و شماتت ها همه رو به سوی او داشتند. زلیخا دندان روی جیگر میگذاشت و این شکنجه عظیم را به دشواری تحمل میکرد. تمام ارکان وجودش زیر این بار گران به لرزه افتاده بود. چاره کارش فقط پسر بود. سند براعتش فقط پسر بود. دردش را جز پسر درمان دیگری نبود. مادران دیگر، همسایگان و خیشان همه پسر داشتند. همه چتر حمایت پسر بر سر داشتند. زلیخا تماشاگر پسران دیگر بود. جنب و جوش جنینش را احساس می کرد. صدای پای طفل را می شنید. دست به شکم می برد و در آرزوی پسر آه می کشید. آرزو می کرد که او نیز به جای کنیز و برده کودکی آزاد به دنیا بیاورد.
کودکی نر و نیرومند تا مایه فخر و مباهاتش شود، کودکی که کانون سرد خانواده را گرم و فروزان سازد، به مدرسه برود، درس بخواند، جوان و پهلوان بشود و پشتیبان زلیخا باشد. زلیخا برای رسیدن به این آرزو راه‌های دراز پیموده بود، دعا گرفته بود، اجاق بوسیده بود، بره و کهره نذر کرده بود، به سراغ شیخ و درویش و چاوش رفته بود، برای زیارت امامزاده های گرمسیر، سردسیر، شهری، کوهی، فقیر و غنی دشت ها و کوه ها را سیر پا گذاشته بود، به قدمگاه ها قدم نهاده بود، به درخت های نظر کرده دخیل بسته بود، چارقدش را از سر گرفته و به زری ها آویخته بود. دختران زلیخا هم شریک درد مادرشان بودند. آنان نیز با امید و استراب در انتظار نوزاد بودند. دردها از روشنی می گریزند. دردها با شبهای تاریک اون سلفتی دیرینه دارند. دردهای زایمان زلیخا در شبی تاریک آغاز شد. خبر زایمان زلیخا در ایل پیچید. زنها جمع شدند. یکی از پیرترین آنان که قابله قبیله بود نیز آمد، با وسایل کارش و خرجین داروهایش که عبارت بود از دارچین، فلفل، اسپند، هل، آویشن، نعنا، قرقروت، نبات، باروت، زهره کلاغ، زهره روبا، پنجه پلنگ، دهان گرگ، چنگال عقاب، موی یال و دم اسب و غیره. زلیخا بی حال و بی رمق در چادر بر بسترش افتاده بود. همه از روبرو شدن با واقعی که داشت رخ میداد در بیم و هراس بودند. کمتر در غم سلامت مادر و بیشتر در اندیشه تولد پسر بودند. ابروهای درهم و چشمهای هراسان زلیخا نشان میداد که از فاجعه وحشت دارد و از احتمال تولد دختر پریشان است. نگرانی و تشویش محیط خانه و خانواده را فرا گرفته بود. زلیخا با صدایی در دالود ناله می کرد و لبهایش را بر هم می فشرد. پیرزن گریبان او را گشود، چفتهای پیراهنش را باز کرد، چارقدش را از سر گرفت، ولی مثل اینکه هوای کافی به ریه هایش نمی رسید. داشت خفه می شد، تقلا می کرد، دست و پا می زد، چاره ها و داروهای پیرزن اثر نمی کرد. حال زلیخا دم به دم سخت‌تر می شد. زایمان سهل و ساده نبود، مثل زایمان های قبلی نبود، این بار گرهی در کار بود. کار زلیخا به بیهوشی کشید، دندانش قفل شد. گاهی فقط دوا بلکه یک قطره آب هم از گلویش فرو نمی رفت. نفسهای زلیخا با نفس اجل در هم آمیخت و مرگ در دو قدمی او ایستاده بود. در کشاکش نبردی تن به تن زلیخا با دشمنی نامرئی گلاویز بود. پیرزن خطر را دریافت و با صدایی که در گلوی شکست گفت آل. از نظر پیرزن ایل در چنگ آل گرفتار بود. گرفتار شیاطین و اجنه بود. در میان اجنه کینه توستر از همه آل بود. آل پیوسته در هوای ایل میچرخید. با ایل ییلاق و قشلاق میکرد. همیشه در کمین زاوهای ایل بود و بسیاری از مادران را به خاک سیاه سپرده بود. به عقیده مردمان ایل آل از هیچ چیز و هیچ کس ترس و واهمه نداشت، جز اسب و آهن و رنگ سیاه. اگر اسب و آهن و رنگ سیاه نبود، شاید در ایل یک مادر هم زنده نمیماند. مبارزه آغاز شد. شمشیر زنگ زده ای را بر بالین زلیخا نهادند. مچ دست و قوزک پا و بازوانش را با بند سیاه بافته شده از یال اسب بستند. چند حلقه زنجیر بر کف دستش گذاشتند. بر بسترش پارچه سیاهی کشیدند. تن نیمه جانش را بلند کرده و چند بار از روی دیگ دود زده سیاهی گذراندند. با باروت و زغال بر بدنش خطوط سیاه کشیدند. روی یک لنگ ملکی نوعی کفش یا گیوه زغال کشیده و از تناب چادر آویختند. اسب پرسر و صدای کت خدای قبیله را با میخ محکمی در چند قدمی زلیخا بر در چادر بستند. توبره جوی اسب را در فاصله دور از دهان حیوان نهادند تا شیهه بکشد. شیهه های اسب پرده گوش را می درید. زین و برگ اسب را دوروبر زلیخا چیدند. ده‌ها سوزن جوالدوز بر سقف و اطراف چادر و سوزن دیگری بر زلف زلیخا فرو کردند. پیرامون زلیخا را پر از اسباب و آلات آهنین کردند. میدان جنگ بود. زلیخا را در سنگری از آهن محصور ساختند. میرشکار ترک زبان طایفه مجاور را به کمک طلبیدند.
میرشکار از مردان نادر و کمیاب عشایر بود که میگفتند روزی بر گروهی از اجنه پیروز گشته و گیسوی طلایی یکی از آنها را بریده. میرشکار با جنجال و هیاهو رسید و قشخرقی به پا کرد. در اطراف چادر زلیخا چندین دور اسب تاخت و تیر به هوا انداخت و داد میزد قچقره قچ برو ای سیاه. لیکن همه این تقلاها سودی نبخشید و دشمن به زانو در نیامد. زلیخا بیهوش افتاده بود، رنگ بر صورتش نمانده بود، گویی خون به سر و رویش نمی رسید. همه بیمناک بودند، همه چشم به دهان پیرزن دوخته بودند و او آشفته تر از همه دستور بیرحمانه ای صادر کرد و گفت بر صورتش سیلی بزنید. ضربات محکم سیلی بر گونه های زلیخا فرود آمد، چهره بیرنگش را خونین کردند، گیسوانش را با قهر و غضب به هر سو کشیدند. نیروی زنان کم بود، مرد نیرومندی به صحنه رسید و سر و صورت زلیخا را زیر ضربات سیلی های وحشتناک خود گرفت. استراب فضا را گرفته بود، شیهه اسب، تیر تفنگ، فریاد میرشکار، صدای سیلی ها، زجه زنان و ناله دختران در هم آمیخته بود. صفتر خسته و فرسوده با چند تن از کسان خود در چادر همسایه نشسته بود، بی‌حوصله بود و آرام و قرار نداشت، با سنگریزه ها فال می گرفت، در تب و تاب بود، سیگارهایش تمام شده بود، ته سیگارها را می کشید، گاه بلند می شد و اسبی را که به حمایت زنش شیهه می کشید می بوسید، گاه به میرشکار که فشنگهایش را مفت و مجانی به هوا می انداخت قربان صدقه می رفت و گاهی نیز دخترانش را که صدای ضربات سیلی ها را بر گونه های مادرشان می شنیدند و از بهت و حیرت و ترس و وحشت می لرزیدند دلداری می داد. ضربات سیلی ها بی اثر نماند. زلیخا اندکی به هوش آمد، خواست که چیزی بگوید ولی قدرت تکلم نداشت، صدایش به گوش نمی رسید، بین مرگ و زندگی آویزان بود، عمرش به مویی بسته بود، خیس عرق شد، چشمها را گشود اما مثل اینکه جایی و کسی را نمیدید ناگهان تکانی خورد، در نگاهش برقی درخشید، چند تشنج پشت سر هم سراسر پیکرش را به لرزه درآورد. پیرزن که لحظه ای از کنار زلیخا دور نمی شد دست به کار بود و با دست های خونالود و چروکیده بدن کوچک تف را از پیکر مادر جدا کرد، بچه را سر دست گرفت و فریاد زد پسر. فریاد بعدی فریاد خود پسر بود. چند تن از زنها هلهله کردند، کل زدند. صفتر فریاد زنان خودش را به صحنه رساند ولی مجالی برای شادمانی نیافت. زلیخا طاقت خبری بدین بزرگی را نداشت، او به غم خو گرفته بود، طاقت این همه شادی را نداشت. این همه شادی برای تن ناتوان زلیخا سنگین و کمرشکن بود. او چشم فرو بست و دیگر باز نکرد. کودک در پی پستان بود، چنگ انداخت و دهان گشود ولی از شیر خبری نبود. آن چشمه شیرین و حیات بخش خشک و خاموش شده بود. زلیخا آسوده شد. از چنگ بیداری های پر دلهوره، از چنگ خواب های بی سر و ته، از چنگ اژدهاهایی که می بلعیدند، گرگ هایی که می دریدند، سیل هایی که ویران می کردند، آسوده شد. اندوهی ژرف و سیاه همه را فرا گرفت. در میان این دریای مواج ژرف و سیاه تنها یک نقطه می درخشید، پسر. از آن پس صفتر همسر نداشت ولی پسر داشت، دخترانش مادر نداشتند ولی برادر داشتند. مخص بخارای من ایل من، صفحه 25 تا 35 به اختصار، زنده یاد محمد بهمن بیگی، انتشارات نوید شیراز، سال 1389. محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش و پرورش عشایری در دهه 30 بود. وی در این کتاب خاطرات خود را از زندگی در میان ایلات عشایر نوشته است. یادش گرامی.